سلام، وقت بخیر دوستان همراه. من بهتون قول داده بودم که برنامه این رو معرفی میکنم خدمتتون که مربوط میشد به نوشتن برنامه کلاس. در این برنامه میخوام به شما دوستان یک نرم افزار خیلی خوب معرفی کنم در زمینه مرتب کردن داده هامون و برنامه ریزی کلاس هامون. حالا اون همون کلاس هایی که شناوره، هم کلاس هایی که عادیه. نرم افزاری که دانلود گذاشتم براتون دانلود بکنید، یعنی لینکش رو دادم و دانلود میکنید، شروع میکنید به نصبش. پسورد رو قرار میدم زیرش، ولی پسورد اگه ندونستید، پسورد اینه: www.pcdownload.com www.pcdownload.com. ستاب رو میزنیم. بعد از اینکه ستاب رو زدیم، ببینید پی سی دانلود رو کلیک میکنیم. از ما میپرسه که به چه زبانی نصب بشه برنامه‌مون. شما فارسی رو انتخاب کنید، فارسی رو از اینجا انتخاب بکنید که زبانتان برای به اسم فارسی ذخیره بشه. ببینید من فارسی بزنم دیگه فارسی میاد نصب میشه. شما بعدی رو میزنید، بعدی نصب میشه. وقتی که نصبتون تموم شد، دو تا گزینه میاد رو دسکتاپتون. اینو بذارم کنار. دو تا گزینه میاد روی دسکتاپتون. رو هر کدومشون کلیک راست کنید، گزینه پراپرتی یا خصوصیات رو بزنید. گزینه سمت چپ رو کلیک میزنید که میگه محتویات فایل رو به من نشون بده. محتویات فایل چیه؟ محتویات فایل جایی که شما نصب کردید برنامه‌تون رو. اگه یادتون رفت کجا نصب می‌کنید؟ تو سی تایم تیبل. نگاه کنید. میای مای کامپیوتر، سی تایم تیبل اینجا. بعد محتویات فایل کرکمون رو دوتاشو مستقیما میندازیم اینجا. ازمون پسورد میخواد، اوکی میکنیم و گزینه ریپلیس برامون میاد. این ریپلیس هم کلیک میکنید، دوتاش وارد میشه. بعد از اینکه وارد شد، دوبار روی لایسنس کلیک میکنید و گزینه یس رو میزنید، اوکی رو میزنید. برنامه‌تون الان آماده استفاده است. برنامه پویا رو باز میکنیم. این بالا نوشته شده. بعضی این نرم افزار رو باز کردم، یه چند ثانیه طول میکشه نرم افزار خودش رو با سیستم من بفونه. بعد از اینکه اجرا شد، یه راهنمای سریع داره، یه دونه ساخت برنامه هفتگی جدید داره. هر کدومش رو شما برید میتونید یاد بگیرید چه جوریه. یه بالا کردن کد ثبت داره که دیگه احتیاج نیست اینجا انجام بدید، چون نصب شده نرم افزارتون. خب مشکلی از این بابت ندارید. تو قسمت یه مقدار فایل های نمونه هست. فایل های نمونه رو میتونید ایران رو بیارید پایین ببینید مثالاشو. این فایل های ایرانه که هر کدوم از اینها اگه ما کلیک بکنیم میتونیم چیزها رو ببینیم، برنامه ها رو ببینیم. هر کلاس رو ببینید. هر کلاس برای خودش یه برنامه مشخص داره، هم برای ابتدایی میشه نوشتیم برنامه رو، هم برای راهنمایی و دبیرستان. چیکار میتونم بکنم؟ این با این کاری ندارم. میزنم جدید. جدید میگه نام مدرسه‌تون رو انتخاب کنید، هر مدرسه‌ای میتونید بذارید. خب زنگ در روز چه تعداد زنگ داریم ما؟ خب معمولا زنگامون 5 زنگ است دیگه. گفته میخواهید عوض کنید؟ میگم بله. تغییر نام زنگ ها رو میتونه بدید؟ میگم میتونم بدم. میگه کلاس اولتون 8 تا 845، 9 تا 945، 10 تا 1245، 11 تا 1145، 12 تا 1245. اگه خواستید عوض میکنید اینجا عوض میکنید. اگه کلاستون مثلا 745 شروع میشه، اینجا میذارید 745 تا مثلا همون تایمی که مد نظرتونه. این خود دیفالت برنامه است. اگه به ساعت‌ها کاری نداشته باشید، احتیاجی نیست تغییرات احوالی بدید بهتون. تغییرات آخر تعطیلی آخر هفته هم پنجشنبه جمعه گذاشته. این برنامه است که هر هفته یا ترم متفاوت است. باهاش کاری نداریم. میزنم بعدی. تو گزینه بعدی اومده گفته که یه سری گزینه‌ها برام آورده که ما بهش دست نمیزنیم. همینطوری رهاش میکنیم میریم. بعدم بهتون توضیح میدم چی. اینجا گفته درساتون رو وارد کنید. من درس‌ها رو میزنم وارد میکنم. مثلا میام قرآن رو میزنم اینجا. ببینید دوستان،
من الان درس داره تک معلمی دارم میگم، قرآن، فیلد اختصاصی قرآن و کاری ندارم باش. اسمش یه دونه عکس یه دونه رنگ خودش درست کرده، تنظیم برای کلیه ساعت این دروس. اگه دوست داشتید برای ساعت خاصی این کار انجام بدید، میزنید تنظیم برای کلیه ساعت اختصاص دادن اتاقای توصیه شده، ولی شما همون اولی رو جایگزین تنظیم میکنید. فیلد اختصاصی هم داره میاد میگه که در واقع یک فیلد برای شما درست میکنه که ما بهش کاری نداریم. رنگ اگه خواستید از اینجا رنگشو تغییر میدید، ما همون میخوایم رنگ قرمز بمونه. خب تنظیم برای کلیه ساعت در این دروس، اینم تایید میکنه. قرآن اگه وقت آزاد خواستید بدید بهش، میگه تو وقت آزادتون. گفته منظورش چیه تو وقت آزاد؟ اینو ما میخوایم دقیقا بهش بگیم که چه ساعتهایی مناسب این درس هست. اگه شما نخواستید زنگای آخر قرآن رو بذارید، میایید قرآن رو از اینجا برمیداریم به همین راحتی. میگم 3 جلسه در قرآن دارم و تو این 3 روز بچین، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، 3 شنبه و 4 شنبه تو زنگای اول، درسته؟ همون چیزی که فکر میکنم، حالا هر چیزی که تو طرح تدبیر به شما میگه بچینید اینو. خب تایید. پس من قرآن گذاشتم وقت آزادم و گذاشتم یه تایم. بعد میام یه درس جدید باز میکنم، اینو مثلا میسم ریاضی، درسته؟ نام اختصاری نوشته، من نام اختصاریش هم همون ریاضی تایید میکنم، رنگش هم اینه. تنظیم برای ساعت دروس هم کاری ندارم، تایید میکنم. تو ریاضی هم میتونم بذارم کدوم ساعت ها برای ساعتم مناسبه. من گفتم زنگ اول فقط نباشه، درسته؟ چون گفته بودم که من زنگ اول هم میخوام برای چیز دیگه، هدیه، یا من روزای دیگر اینجا برداشتم و اینجا اومدم. اگه دقت کرده باشید اومدم تو وقت آزادم گفتم زنگای اول رو در بیار برای من اگه شد، ولی زنگای دیگر رو در نیار. تو هدیه هم همین کارو میکنم. تو هدیه مثلا میام میگم تو مثلا این مناسبه، تو وقت آزادشم تو گفتم زنگای اول نباشه، خب بقیه زنگا دوست داشت باشه. بعد از دوره جدیدی که درست میکنم مثلا هدیه یه دونه علوم، اینا من سری میزنم که دیگه شما فیلمو اضافه نکنید. خب من برای تفکر و درسای دیگه هم چند درس برداشتم، خب و ساعتای مشخص کردم چه ساعتایی میخوام، اما برای اینکه هر درسی رو مشخص کنیم چه تایمی در هفته احتیاج داریم، میایم میگیم تو قسمت دروس قرآن اومد، میگم درس جدید. خب دبیر اینجا براش مشخص نکردم، اگه سایر دبیران رو بزنم میتونم اینجا از دبیرام انتخاب بکنم، ولی فعلا اینجا بدون معلم میزنم، بعدا میام اینجا معلم ها رو اضافه میکنم. خب ولی فعلا ما اینجا احتیاج به این کار نداریم. خب نوشته بدون معلم. خب نام درس قرآن، کلاسش هم میزنیم حالا فعلا بدون کلاس. ساعت در هفته میتونه چند ساعت میخواید داشته باشید، مثلا 3 تا تک ساعت، درسته؟ اتاق اصلی تایید، اینم حالا اوکی میکنیم که فقط بیاد. بعد عرضم به حضور شما که درس جدید رو میاییم مشخص میکنیم، میاییم میگیم ریاضی کلاسمون بدون کلاس فعلا باشه، 2 ساعت کلاس داشته باشه و تایید. بقیه شما الان براتون میزنم. این قرآن، میام ریاضی، توی ریاضی دروس تعریف شده اینجا بدون کلاس، هدیه تو دروس هدیه، یه درس جدید همون نام کتاب هدیه میزنم، اینو میزنم مثلا 1 ساعت تک ساعت، اتاق اصلی بدون معلم تایید. خب همه اینا رو میایم تعریف میکنیم، همه اینا تو قسمت دروسمون تعریف میشه. بذار من بقیهش هم خب من الان همه رو اومدم تعریف کردم درساشو، درسته؟ تو قسمت بعدی میرم میگه چی؟ میگه کلاساتو وارد کن. من مثلا اینجا مثلا میام یه کلاسی به نام 6-1 وارد میکنم، درسته؟ گریدش هم میذارم، خب گرید 6 دیگه تایید. این هم وقت آزادش هم میتونم اینجا باز تعریف بکنم
یعنی بیام درسای جدید و از اینجا هم تعریف بکنم که اینجا احتیاجی به این موضوع نیست. درسته؟ پس یه کلاس 6-1 میام تو بعدی، وارد کردن اتاق ها. خب اتاق قطعا مثلا این اتاق مثلا شماره 1 یا شماره 2، من همون 6-1 رو میزنم، تایید میکنم، میام تو بعدی. نام دبیران رو میخوام وارد کنم، مثلا یه دونه از هر اسمی اینجا میتونم وارد بکنم. نام اختصاری داره، میتونم نامشم. قرارداد دبیر کاری نداریم باهاش. بعد چه درسایی میتونه بگیره، درس جدید میتونیم بدیم اینجا بهش. یادتون اونجا بهتون گفتم کلاس ها چجوری بود، اینجا باز میتونید همون کار رو انجام بدید. میتونید کلاس ریاضی رو بگید، مثلا 400 درد در هفته داشته باشه، تایید. بعد یه درس دیگه بهش بدیم، بگیم که منصوری همین قرآن رو ور میداره 3 ساعت در هفته، تک ساعت، تایید. کلاسش هم همین 6-1، تایید. قرآن رو برداشت، دو تا قرآن برداشتیم. خب درس جدید یه دونه علوم هم میاریم اینجا 6-1، علوم هم مثلا میزنم 4 جلسه در هفته، تایید. بعد فقط اینجا من دو تا قرآن زدم، حواسم نبود، اینجا حذفش میکنم، قرآن علوم، بقیش هم میزنم. خب من علوم، قرآن، ریاضی، تفکر، هدیه و کار فنومدی برداشتم، درسته؟ الان اینجا فکر میکنم برای این شخص تعریف کردم، میبندم. پس منصوری رو تو قسمت دروسش مدن دروس رو وارد کردم، میرم بعدی. الان اینجا گفته یه تست بکن. ببینید اینجا تست رو میتونید ببینید چه اتفاقی افتاده، که برنامه رو چجوری چیده. اما به خاطر اینکه ما بتونیم یه برنامه ای رو کامل بخوایم بگیریم، یعنی یک برنامه ای که کامل باشه، مثلا این شکلی بیاد همه رو در بر بگیره و روزهای هفتهمونم پر بکنه، میایم مثلا میذاریم پیشتی که برنامه متوسط، بعد کل برنامه کامل رو میخوایم و شروع برنامه هفتگی. میمونه که شروع رو بزنیم چند ثانیه طول میکشه برنامه ما ساخته میشه. بخشت این برنامه ما اینجا ساخته شد، درسته؟ میتونه برنامه ما تو قسمت نمایش به نام نمایش برگه‌ها اینجا نمایش داده بشه و جداول مربوط به صورت بزرگ یا کوچیک نشون داده بشه، یا مثلا ردیف‌های مختلف نشون بده. هر کدوم از درساتون رو میتونی جابجا بکنید، اصلا مشکل ایجاد نمی‌کنه براتون. و همینطور شما زمانی که روی معلم، مثلا رو منصوری کلیک می‌کنید، روی برنامهش کلیک بکنید، بر اساس نوع معلمتون بهتون برنامهتون رو میده و همینطور بر اساس درس هم میتونه به شما بده. بر اساس کلاس 6-1 میخواید بهتون بده برنامه، این بر اساس کلاس 6-1 میتونه بده. ببینید زنگای اول اومد قرآن رو چید، بعضیاش اومد ریاضی ها رو چید، تفکر، هدیه، علوم، کار و فناوری، اینا رو اومد درس ها رو تو قالب کلاس 6-1 براتون چید. اما دقت بکنید بعضی وقتا این چیدمان هایی که انجام میشه، خب حالا بعد پرینتش رو بهتون میگم چجوری پرینت بگیرید، منتها وقتی که خب ببینید اگه من اینجا پرینت رو بزنم میتونم از همین برنامه پرینت بگیرم. دیدید چجوری شد؟ اگه پرینت رو بزنم، خروج از پیشنمایش رو بزنم، برمیگردم به حالت عادی. پس دقت کردید چقدر برنامه رو میتونه راحت بنویسه، به شرطی این که شما کنترلای درست رو به برنامه بدید، یعنی بهتون بهش بگید که دقیقاً چی میخواید از برنامه. بعد تو قسمت حتی تو کنترل برنامه که هیچی کنترلش کردیم در حالت عادی، بعد برم ببینم چه گزینه‌های دیگه‌ای داره. ارتباطات اگه چند تا درس با هم ارتباط داشتند میتونید از اینجا استفاده کنید. یعنی چی؟ گفته این دروس نمیتوانند در یک روز قرار بگیرند، شرط اول. شرط سوم مثلا میگه درساتو اول همه انتخاب میکنی، خب همه رو، همه، تایید. شرط دوم میگی همه، درسته؟ اهمیت ارتباط کارت متوسط فلان کار نداریم. این دروس نمیتوانند در یک روز قرار بگیرند، کدوم دروس؟ خب این دروس نمیتونه در یک روز به صورت پشت سر هم قرار بگیرم. من اینجا انتخاب درس کردم دیگه، مثلا ببینید من اینجا سوتی دادم، ببخشید.
مثلا میگم قرآن با هدیه توی روز قرار نگیره، درسته؟ قرآن با هدیه دروس قرار نگیره. این دروس نمیتوانند در یک روز قرار بگیرند، این دروس نمیتوانند در یک روز به صورت پشت سر هم قرار بگیرند. کلن خیلی شرطشو محدودتر کرده. توزیع کارت یک درس در طول هفته، که اینا باز کار ندارم، نمیخوام حالا تگ زنگش کنم، دو درس باید در یک روز باشن. اگه باز دوست داشتید، اینا که تایید میکنید، خب این یه پارامتر بود. اگه دوست داشتید مثلا درس تفکرتون با کار و فناوریتون، خب این دوتا درستون، این دوتا درس تو یک روز باشن، اینو اولویت بهش میدیم که میگه اوکی. خب این دوتا درس تو یک روز قرار گرفتن. باز اگه خواستیم مثلا یه درس دیگر رو بدیم مثل علوم و ریاضی، باز این دوتا درس نمیتونن توی یه روز پشت سر هم قرار بگیرن، چون که ممکنه به ذهن بچه فشار بیاد از خسته بشه مثلا. یا میتونیم بگیم این دروس باید در کلاس‌های مختلف همزمان با هم شروع شن، بعد راهنمایی میخوره. گروهی از درس‌ها از کلاس‌های متفاوت باید در یک روز تدریس شن، راهنمایی. این دروس در کلاس انتخاب شده بعد همزمان شروع شن، این هم راهنمایی. تایید میکنم اینو. خب تایید. الان میزنم چیکار میکنم باز، چون فایلمو تغییر دادم دیگه، درسته؟ باز بعد برنامه‌مو مجدداً بسازم، تولید برنامه کامل، شروع تولید برنامه هفتگی. ببینید تایید. الان خب بعضی از قیدها رعایت نشد. چرا؟ دروسی که باید در یک روز باشند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا شما یه درس رو نمیتونید توی یه روز قرار بدید، به خاطر اینکه برنامه‌تون فشرده است. مثلا من بهش گفتم زنگ اول قرآن میخوام، این زنگ اول نمیتونه باشه. برای همین حواستون جمع کنید که این تو این موارد یک سری چی میگن بیشتر نمیتونه قرار بگیره از لحاظ کاری و اینجا ارور میده. وقتی اینجا ارور داد دیگه شما نمیتونید بیشتر از اون انتظار داشته باشید از کارتون. الان مثلا قرآن اومده تو این سه زنگ گذاشته، یا مثلا ریاضی رو علوم اومده توی این زنگای مختلف گذاشته. منتها تو قسمت تولید برنامه گفتم بهتون دوتا ارور داد، نمایش قیود رعایت نشده. خب مشخصات واشد مربوط به جدول احتمالاً تکمیل نشده است، مثلا این، درسته؟ به خاطر اینکه ما روزا رو تعیین کرده بودیم. دروس باید در یک روز باشند. این دروس کار و فناوری تفکر به خاطر اینکه تعدادش کم بود، مثلا این دو جلسه گذاشته بودم، اینو یه جلسه گذاشته بودم، بعد تنظیمش بکنم اینا رو. اینا رو یه ذره باهاش برابری درست میشه. تو قسمت آمارتونم میتونید در نهایت یه آمارگیری داشته باشید از اینکه چند تا دبیر دارید، چقدر معلماتون میتونن فعال باشن و اینا. حتی میتونیم ما تعداد دانش آموزامون هم بیشتر کنیم تو این بخش، تعداد معلما رو بیشتر کنیم برای درس‌های شناور، و مثلا پنجم ششم رو بیاین پخش بکنیم. این کارا میتونیم انجام بدیم تو این برنامه. حالا ان شاءالله یه وقت دیگه شد یه ذره برنامه رو پیشرفته ترش میکنم، ببینید به چه صورته. مرسی از اینکه با من بودید. قربان شما، خدا نگهدار.